فر خط خبرها. The polls are now open. پیشبینی مشارکت بی سابقه همزمان با آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نزدیک به 100 میلیون آمریکایی پستی یا زود هنگام رأی دادند. آخرین فرصت‌ها برای میلیون‌ها آمریکایی از جمله اینجا در یک حوزه رأی‌گیری در پایتخت آمریکا. در محل زندگی آقای بایدن رأی‌دهندگان مشتاق و صف طولانی. موضع تهران در قبال انتخابات آمریکا. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید نتیجه هرچه باشد برای ایران فرقی ندارد. ظریف می‌گوید مواضع بایدن امیدوارکننده‌تر است. نگاه پربیم و امید خاورمیانه به انتخابات آمریکا. بایدن یا ترامپ؟ پیروز رقابت‌ها منطقه را به کدام سو خواهد برد؟ افزایش قربانیان حمله داعش به دانشگاه کابل به 24 نفر. گروهی از دانشجویان افغان برای اعلام ایستادگی و ادامه فعالیت دانشگاه تجمع کردند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. مردم آمریکا در یکی از حساس‌ترین انتخابات در تاریخ این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در آغاز روز و شبی سرنوشت‌ساز برای آمریکا و دیگر نقاط جهان. امروز روز رسمی انتخابات است، آخرین روز از روندی که بیش از یک سال طول کشیده، میلیاردها دلار خرج شده و دو نامزدی که به مرحله پایانی رسیدند در روش و سیاست تفاوت‌های اساسی با هم دارند. نزدیک به 100 میلیون آمریکایی تا پیش از امروز رأیشان را به صندوق‌ها ریختند که رقمی بی سابقه است. انتظار می‌رود میزان مشارکت در این انتخابات رکورد یک قرن گذشته را شکند. جو بایدن در بیشتر نظرسنجی‌ها از دونالد ترامپ جلوتر است، اما در ایالت‌های تعیین کننده دو نامزد رقابت نزدیکی با هم دارند. خبرنگار ما سام فرزانه در گزارشش از آخرین تلاش‌های دونالد ترامپ و جو بایدن برای کسب آرای باقی مانده می‌گوید. دونالد ترامپ و جو بایدن در آخرین تلاش‌ها در پایان فصل انتخاباتی آمریکا، برنامه پشت برنامه برای جلب نظر آخرین رأی‌دهنده‌های موجود. ترس از ابتلا به ویروس کرونا امسال میلیون‌ها آمریکایی را مجبور به رأی دادن غیابی کرده. یکی از مراکز رأی‌دهی در شمال شرقی شهر دی سی هست که هم صندوق داره برای کسایی که میخوان پیش از روز انتخابات رأی خودشون رو بندازن و هم امکانات کاملی رو داره که این روز انتخابات مردم میتونن اونجا رأی بدن. در این مرکز رأی‌دهی بزرگ ساکنان شهر واشنگتن می توانند برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده و همزمان رأی بدهند. من از 6 ماه پیش خودم را برای رأی دادن غیر حضوری در ایالت کالیفرنیا آماده کردم، اما متوجه شدم که برای من برگه رأی صادر نکردند، پس اومدم اینجا که از واشنگتن رأی بدم. بسیاری ترجیح می دهند به جای آنکه رأی های پستی خود را به صندوق بیاندازند، آنها را دستی به این مرکز رأی‌دهی بیاورند. بعضی ها تجربه حضور در شعبه اخذ رأی را دوست دارند، هیجان دارند. گاهی هم به سیستم پست اعتقادی ندارند یا به این صندوق ها شک دارند. هرچی باشه این صندوق ها بار اوله که استفاده میشه. دونالد ترامپ و جمهوری خواهان همسو با او مخالف رأی پستی گسترده هستند. جمهوری خواهان پنسیلوانیا برای محدود کردن مهلت دریافت آرای پستی شکایتشان را تا دیوان عالی هم بردند، اما در این راه شکست خوردند. وقتی که دیوان عالی دوره دریافت رأی پستی را افزایش داد، موقعیت خیلی خطرناکی درست کرد. خطرناک به لحاظ فیزیکی. فرماندار، ایالت را از تعطیلی در بیار و لطفاً تقلب نکن فرماندار. آقای ترامپ که برای پیروزی به آرای پنسیلوانیا احتیاج دارد، به مردم این ایالت وعده داد که در صورت پیروزی مجدد مالیاتشان را کم کرده و از حق حمل سلاح دفاع کرده و از پلیس و ارتش حمایت می‌کند. بانوی اول آمریکا همزمان در ایالت کلیدی دیگری بود. او در کارولینای شمالی گفت که آمریکا به رهبری مثل همسر او احتیاج دارد. با رهبری پرزیدنت بود که کشور ما تونست دو تا از خطرناکترین تروریست های جهان رو بکشه.
دموکرات‌ها هم آخرین فرصت‌ها برای تبلیغات را غنیمت شمردند. باراک اوباما در آتلانتا از شیوه اداره همه‌گیری ویروس کرونا توسط دولت آقای ترامپ انتقاد کرد. ایالت جورجیا یکی از ایالت‌های محافظه‌کاری است که امکان دارد امسال به دموکرات‌ها روی خوش نشان بدهد. و اینجا در فیلادلفیا هواداران ساعت‌ها در صف بودند تا سخنرانی سناتور کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها برای پست معاونت ریاست جمهوری جو بایدن را بشنوند. می‌خوام بایدن رئیس جمهوری بشه و ترامپ هم بره. خانم هریس در سخنرانی خود گفت که این انتخابات برای بازپسگیری هویت آمریکاست. آقای بایدن هم در گوشه دیگری از پنسیلوانیا همین ایده ها را با زبان دیگری بیان کرد و درباره لزوم رأی دادن مردم سخن گفت. قدرت تغییر این کشور در دستان شماست. برای من هم مهم نیست که دونالد ترامپ چقدر تلاش میکنه که جلوی رأی دادن مردم رو بگیره. او نمیتونه این کارو بکنه. آقای بایدن میگوید که آمریکا نمیتواند 4 سال دیگر با تنش و فضای دو قطبی پیش برود. تنشی که نمود آن را میتوان در پایتخت آمریکا دید. یه مغازه همبرگر فروشیه، تمام شیشه های خودش رو با این تخته ها بسته و فقط هم این مغازه نیست، مغازه ها و ساختمان های خیلی زیادی در واشنگتن پایتخت آمریکا اینطوری برای انتخابات آماده شدن، انگار که قراره یه طوفان سهمگین بیاد و از الان خودشون رو آماده کردن. منتقدان آقای ترامپ از حالا جلوی کاخ سفید به صف شدند. چند لایه حفاظ مدت هاست که مردم را از مقر رئیس جمهوری آمریکا جدا کرده. دونالد ترامپ می‌خواهد در صورت پیروزی در همین جا جشن پیروزیش را برگزار کند، در شهری که بیشتر مردم از منتقدان او هستند. 4 سال پیش این موقع کمتر کارشناسی معتقد بود که دونالد ترامپ میتونه به کاخ سفید راه پیدا بکنه. امسال هم کارشناسان نظرسنجی بخت بیشتری رو برای رقیب او جو بایدن قائل هستند. اما نه آقای بایدن و نه رئیس جمهوری کنونی آمریکا حاضر نیستن که آروم بنشینن. هر دو رقیب آماده هستند تا آخرین نفس برای رأی های مردم بجنگن. اونها خودشون رو آماده میکنن تا در صورتی که نتیجه انتخابات مطابق دلخواه اونها نبود شکایت بکنن. باید دید که در این رقابت کدوم اونها برنده میشن. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. هادی نیلی از یکی از حوزه های رأی گیری در شهر واشنگتن با ماست. هادی چه خبر؟ باران همچنان دارن عده میان رای بدن، با اینکه چند هفته است مردم در منطقه واشنگتن پایتخت آمریکا میتونستند چه پستی و چه حضوری و زود هنگام رایشون رو به صندوق بندازن. اینجا صندوقی هست برای کسانی که هنوز رای پستیشون رو به ننداختن، نفرستادن که بیان اینجا تحویل بدن بابت اینکه مطمئن باشن که به موقع میرسه، چون اینطور که اعلام شده باید این آرا تا امروز به صندوق ریخته بشه. حتی در ایالت هایی که تا چند روز بعد از انتخابات میتونن آرا رو بشمرن، باز هم باید افراد تا امروز رأیشون رو به صندوق انداخته باشن و مهر اداره پست روی این نامه خورده باشه، روی پاکت خورده باشه که تایید بکنه اینها به موقع رأی دادن. اینجا که من هستم در این حوزه رأی گیری در شمال غربی شهر واشنگتن میشه، همچنان کسانی دارن میان رأی میدن. بعضیا رو میبینیم که بار اول دارن رأی میدن و بهشون نمیاد سنشون سنی باشه که تازه به رأی رسیده باشن. وقتی با یکی دو نفرشون حرف میزدن بعضن میگفتن به خصوص با توجه به اینکه در منطقه واشنگتن معمولا همیشه دموکرات ها پیروز میشن، چندان احتمامی نداشتن به اینکه رأی بدن، چون به هر حال اون نتیجه که دوست داشتن میمده، ولی این دوره میخوان رأی بدن که حتی اگر در نتیجه نهایی این منطقه واشنگتن موثر نیست، حتی اگر رأیشون تعیین کننده نیست در این مورد و به هر حال واشنگتن به نامزد دموکرات ها رأی میده اکثریتش، ولی میخوان تعداد آراشون بالاتر باشه که این رو نشون بدن که رأیشون داره شمرده میشه. همینطور البته در هر منطقه از جمله اینجا در واشنگتن رأی‌گیری های دیگری هم ضمن رأی‌گیری برای ریاست جمهوری جریان داره، از جمله همه پرسی هایی که مثلا اینجا در واشنگتن باز هم برای بحث ایالت شدن این منطقه همه پرسی هست، هرچند قبلا هم در همه پرسی ها مردم رأی دادن که ایالت بشن و در مجلس نمایندگان همین تصویب شده و الان دیگه باید در سنا تصویب بشه که بعد بتونه مراحل بعدی رو طی بکنه.
وقتی که اینجا با بعضی از این اعضای برگزاری انتخابات، اعضای در واقع این صندوق رأی‌گیری صحبت می‌کردم، می‌گفتن که در روزهای اول برای رأی‌گیری زودهنگام صف مفصل‌تری شکل گرفته بود، ولی بعد به مرور جمعیت تراکمش کمتر شد و پخش شد. ممنون از هادی نیلی از واشنگتن. ماما بریم به ویلمینگتون. بهمن کرباسی همکارم از یک حوزه رأی‌گیری در اونجا با ماست در ایالت دلاور. بهمن چه خبر؟ از حدود 3 ساعت پیش صف اینجا تشکیل شده، پیر و جوان آمدن که رأی بدن. همینطور که هادی اشاره کرد، میلیون ها نفر زود هنگام رأی دادن، ولی مشخصه که تعداد زیادی هم تصمیم گرفتن که صبر کنن، روز خود انتخابات رأی بدن، علارغم نگرانی هایی که در مورد ویروس کرونا وجود داره. البته همه ماسک زدن و ماسک نمیتونید وارد حوزه رأی‌گیری که این کتابخانه هست بشید، ولی به هر حال از چند نفری که اینجا بودن پرسیدم که انگیزشون برای شرکت چیه، چقدر وقته که منتظرن، چون صبح که آمدم هفت صبح یه صف طولانی تشکیل شده بود. یه خانومی به شوخی گفت ما 4 سال منتظریم. در نتیجه این فضای اینجا رو به دست میده که اونها هم ایالتی است که معمولا به دموکرات‌ها رأی میده، دلاور، هم ایالتی است که خود آقای بایدن ساکنش هست و ستاد انتخاباتیش اینجاست. در نتیجه کسی انتظار نداره اینجا جز پیروزی برای دموکرات‌ها اتفاق بیفته. سوال اصلی این است که از ایالت‌های حساس چه رو خواهد داد. آقای بایدن امروز هم به تبلیغاتش داره ادامه میده، حدود نیم ساعتی با اینجا فاصله داره، مرز ایالت دلاور با ایالت پنسیلوانیا، رفته به شهر پنسیلوانیا. همین دقایق پیش تصاویری وجود داشت که آقای بایدن در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا، جایی که پایگاه اصلی دموکرات‌ها است و امیدوارن که بتونن با مشارکت بالا در اون شهر در اون ایالت پیروز بشن، با رای دهندگان صحبت میکنه که در این لحظات آخرم کسی اگه مردد هست انگیزش کمتره رو تشویق کنن که برن رای بدن. معاونش خانم کامالا هریس هم عازم میشیگان شده، بازم یه ایالت حساس دیگه، برای اینکه تشویق کنه رای دهندگان رو به شرکت. ولی هر دو برمیگردن شب اینجا در دلاور، اینجا در شهر ویلمینگتون، و انتظار میره که 9-10 شب بیان و در جمع طرفدارانشون صحبت بکنن. باید ببینیم که نتایج انتخابات در اون ساعت، 2-3 ساعت بعد از بسته شدن بعضی از حوزه‌های اخذ رای در شرق آمریکا، چه تصویری به ما میده. ممنونم از بهمن کلباسی از دلاور با ما. حتما در ادامه برنامه هم با خبرنگارانمون صحبت میکنیم درباره اون چه که در طول انتخابات رخ میده. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران امروز گفت که نتیجه انتخابات آمریکا تأثیری بر موازی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. این در حالی است که 2 روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه CBS آمریکا گفته بود که مواضع و اظهارات چهره‌های کمپین انتخاباتی جو بایدن درباره ایران در مقایسه با کمپین دونالد ترامپ امیدوارکننده تر است. در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضیا هم دور راجع به اینکه کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورین ایتالیا با ما هستن. آقای نخل احمدی، شما حرفی آقای خامنه ای رو چطور میبینید؟ آیا واقعا برای ایران فرقی نمیکنه که کدوم یکی از نامزدها رئیس جمهور بشن؟ فکر میکنم با توجه به اینکه خب جمهور اسلامی قبلا یک نگاه خوشبینانه و مثبت‌تری نسبت به دموکرات ها داشتن در رابطه با اینکه احتمال برگشتن به برجام و رفع تحریم ها و فشار حداکثری که الان بر روی جمهور اسلامی ایران اعمال شده، بیشتر متقاعد شده بودن که آمدن آقای بایدن میتونه بیشتر مثبت و به نفع جمهور اسلامی ایران باشه. اما با توجه به اینکه در چند وقت گذشته آقای بایدن موضع‌گیری مشخصی در خصوص تحریم ها نکرده، تحلیل ها بر این هست که احتمالاً جمهوری اسلامی فکر میکند، شاید به درستی فکر میکند، که آقای بایدن و دموکرات ها اگر هم وارد یک مذاکره برای برگشتن به برجام باشند، از کارت تحریم ها و فشار حداکثری استفاده خواهند کرد که جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند. و این مسئله خب احتمالاً زیاد با معادلات جمهوری اسلامی ایران
قابل قبول نیست و نزدیک نیست. به خاطر همین هم به نظرم به دنبال این هستن که خب تمام گزینه ها رو در یک سطح بدانن و خب شرایط نسبتا یکسانی برای همه اونها قائل هستن. همچنین با توجه به اینکه خب ما انتخابات چیز رو ریاست جمهوری در ایران رو در پیش رو داریم، به نظرم فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای تصمیم خودش رو در رابطه با گزینه آینده رئیس جمهور در ایران گرفتن، ایشون به نظرم بیشتر متمایل هستن که یک فرد ولایی و انقلابی و حتی احتمالاً ممکنه نظامی رو بر سر کار بیارن. با توجه به اینکه خب آقای خامنه‌ای بیشتر نظرش یا هدفش در مقابل آمریکا جنگ اراده ها هست، بارها خودش اعلام کرده است که ما در یک جنگ اراده ها هستیم، هرچند این اراده یک امر شخصی هست و الزاماً از طرف برآیند جامعه ایران نیست و جامعه ایران طبیعتاً یک نظر متفاوتی دارد. اما به هر حال آقای بایدن که گفته که به برجام برمیگرده و این همون چیزی بوده که در این چند سال ایران میخواسته، فکر میکنید که با این حساب حتی اگر آقای بایدن بیاد ایران پای میز مذاکره نمیره؟ خب بسیار بستگی به این داره که در این مذاکرات مباحثی مثل تحریم ها و این فشار حداکثری چه جایگاهی داشته باشه. جمهوری اسلامی خوشبین بود که همون معادلات یا رویکردی که دولت آقای اوباما داشت از طریق آقای بایدن هم ادامه خواهد داشت، اما بعید به نظر میرسه با توجه به شرایط اقتصادی، با توجه به شرایطی که الان در منطقه هست، نزدیک شدن اسرائیل با کشورهای عربی و همچنین امتیازی که دموکرات ها به واسطه تحریم ها دارن، به هر حال میز بازی مانند زمان آقای اوباما باشه. به خاطر همین هم هست که به نظرم بسیار ساده لوحانه است اگر که جمهوری اسلامی تصور بکنه که میتونه با همون شرایط و با همون وضعیت وارد یک مذاکره با آمریکا بشه. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ممنونم ازتون. انتخابات آمریکا امیدها و نگرانی‌های زیادی در خاورمیانه به وجود آورده. گروه‌هایی در این منطقه خواهان تداوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستند و گروه‌های دیگر ترجیح می‌دهند که جو بایدن به قدرت برسد. اما در این میان هستند کسانی که نگران اوضاع داخلی آمریکا هستند. اینکه اگر نتیجه انتخابات پذیرفته نشود و آمریکا با بحران روبرو شود، چه اتفاقی در خاورمیانه خواهد افتاد؟ ژیار گل، خبرنگار امور بین‌الملل BBC اینجا با ماست. ژیار، این گروه‌هایی که به دو طرف متمایل هستند چه گروه‌هایی هستند؟ ببین، ما در خاورمیانه بر اساس منافع کشورها و مردم اون کشور هر کسی دنبال یه امیدهایی داره. ما داریم کشورهای عربی رو داریم، بخصوص کسایی که ایران رو به عنوان یک خطری برای خودشون تلقی میکنن. این فشار حد اکثری دونالد ترامپ و تحریم هایی که آمریکا علیه ایران دوباره وضع کرده، اونا امیدوار هستن این ادامه پیدا بکنه و معتقد هستن با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید این میتونه ادامه پیدا کنه، چرا که این تحریم ها میتونه منابع مالی ایران رو محدود کنه، در نتیجه ایران نتونه به گروه های شبه نظامی در منطقه مثل یمن و سوریه و عراق و لبنان کمک بکنه. از طرف دیگه مسئله برنامه اتمی ایرانه، این یک طرف. از طرف خب اگه نگاه بکنی کشورهای مثل ایران، مثل عراق، مثل کردها امیدوار هستن دونالد ترامپ در کاخ سفید نباشه. چرا؟ مثلا من یک مثال درباره کردها میزنم. در سوریه متحد آمریکا بودن، بیش از 9000 کشته دادن سال گذشته. دقیقاً یک سال پیش در اکتبر، پس از مکالمات تلفنی آقای ترامپ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، دونالد ترامپ نیروهایش رو از مناطق تحت کنترل کردها در مرز سوریه با ترکیه عقب کشید و ترکیه و شبه نظامیان به اونا حمله کردند. به همین جهت هم کردهای عراق هم کردهای سوریه دوست دارن کسی دیگه در کاخ سفید باشه. ایران هم به دلایل خاص خودش قطعا اگه دونالد ترامپ نباشه امیدوار هستن جو بایدن به این برجام برگرده، تحریم ها لغو بشه و اقتصاد ایران بتونه نفسی بکشه. از طرفی خب آقای ترامپ گفته که ممکنه در انتخابات تقلب بشه، صحبتایی است از این که ممکنه نتیجه انتخابات رو قبول نکنه و از همین الان هم دادگاه‌ها و از هر دو طرف منتظرن ببینن که چه اتفاقی میفته و وکلای هر دو طرف منتظرن.
اگر که همچین چیزی پیش بیاد آیا رو خاورمیانه تأثیری میذاره؟ اتفاقا خیلی ها هستن در خاورمیانه که همواره به سیستم دموکراتیک و دموکراسی آمریکا به عنوان یک الگو و امید برای کشورهای خودشون نگاه کردن. برای این گروه براشون مهم نیست دونالد ترامپ اونجاست یا جو بایدن. برای اونا نگرانی اینه، همین صحبتی که شما کردید، دونالد ترامپ داره میگه ممکنه قبول نکنه نتیجه انتخابات، و طرفداران و افراد و شهروندانی در آمریکا هستن بر اساس قانون اساسی آمریکا بیرینگ آرم یعنی حمل اسلحه آزاده و خیلی از شهروندان آمریکایی اسلحه داره. آیا این افراد اگه بیان بیرون به نتیجه انتخابات برها اختلافاتی که پیش اومده، صحبتایی که آقای ترامپ میکنه باعث بحران و حتی جنگ داخلی در این کشور بشه، چه تأثیری بر دموکراسی آمریکا خواهد گذاشت؟ یکی در ایران من با یک روزنامه‌نگار ایرانی صحبت میکردم که خودش به خاطر اینکه انتقاد کرده بود از وزارت بهداشت، وزیر بهداشت چند بار به دادگاه کشیدن، گفت من اینقدر خوشحال بودم وقتی میدیدم یک خبرنگار در کاخ سفید بلند میشه به قدرتمندترین رهبر جهان میگه آقا جناب این حرفی که شما میزنید دروغه، بی پایه و بی اساسه. ایشون به من میگفت دموکراسی در خطره، فقط این نیست که کی به کاخ سفید میاد. یعنی خیلی ها نگران این هستن اگه بحرانی در آمریکا به وجود بیاد کی میخواد جای آمریکا رو بگیره؟ چین که صدها هزار مسلمان ایغور رو در کمپای گذاشته به خاطر باورهای مذهبیشون، یا روسیه که با سم کشنده نووچاک با مخالفاش برخورد میکنه؟ ممنونم از زرجیار گل با ما. خب یک مقداری از انتخابات آمریکا فاصله بگیریم، نگاهی بکنیم به چند خبر از نقاط دیگه دنیا. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش میگوید که تیراندازی‌های دیشب در وین، پایتخت این کشور، حمله تروریستی از سوی اسلامگرایان بوده و کشورش مرعوب چنین اقدام‌هایی نخواهد شد. مقام‌های اتریش از بازداشت 14 نفر در ارتباط با این حمله خبر دادند، هرچند که گفته شده ممکن است عامل این حمله که دیشب به دست پلیس کشته شد به تنهایی عمل کرده باشد. در جریان این تیراندازی‌ها دست کم 4 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. گزارش شده که حال 7 نفر از مجروحان وخیم است. رهبران اروپا این حمله را به شدت محکوم کردند. در افغانستان یک روز بعد از حمله خونین گروه داعش به دانشگاه کابل، شماری از دانشجویان در این دانشگاه تجمع کردند. این دانشجویان پلاکارت‌هایی حمل می‌کردند که در آنها خطاب به مهاجمان نوشته بودند چرا ما را می‌کشید. در حمله دیروز به دانشگاه کابل 24 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند که بیشتر آنها دانشجو بودند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 422 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران، هم گفته آمار رسمی جانباختگان فقط شامل کسانی است که آزمایش کرونا دادند و آمار واقعی جانباختگان بیشتر از این است. در حال حاضر 27 استان ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند، اما هیچ کدام از آنها قرنطینه کامل نشدند. یک روز پس از حمله خونین داعش به دانشگاه کابل، شماری از دانشجویان در مقابل این دانشگاه با حمله شعارهای تجمعی اعتراضی برگزار کردن، همونطوری که پیشتر هم به این موضوع اشاره کردیم. این دانشجویان معترض در یکی از شعارها خطاب به حمله کنندگان نوشته بودند که چرا ما رو میکشید، گلوله کم میآورید، ما زیاد هستیم. آنها همچنین به ایستادگی و ادامه درس تاکید کردند و خواهان تامین امنیت مراکز علمی و آموزشی شدند. همونطور که گفتیم در حمله روز گذشته 24 نفر کشته شدند و دست کم 40 نفر زخمی شدند. اکثر قربانیان دانشجو بودند. نسرین نوا همکارم از کابل به محل رویداد رفت. یک روز پس از حمله مهاجمان مسلح به مرکز آموزش حقوق در دانشگاه کابل، آثار حمله به وضاحت قابل دیده. شیشه‌های شکسته که زیر پای مسجد میکنه، کف در دیوار، سقف همه گلوله خورده و تخریب شده. اینجا اتاقی هست که دیده میشه کاملا آتش گرفت و هنوز بوی دود و سوختگی حس میشه. من حس میکنم اینقدر تازه هست. در ادامه این سالن، طبقه دوم، همه جا آثار گلوله داره. این مرکز که دو طبقه داره، به هر قسمتش که وارد بشید آثار حمله دیروز را میتونین ببینین. به نظر میرسه که مهاجمان به هر اتاق دانه دانه وارد شدن و به افراد و به محیط آسیب رساندن. هنوز مشخص نیست که این سه مهاجم از چه راهی وارد این مرکز شدن، ولی خب
وارد اتاق‌ها شدن و بعضی اتاق‌ها حتی آثار حمله بیشتری رو نشان میده. در این اتاق مهاجمان تقریبا 7 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر بودند تا زمانی که نیروهای امنیتی از طریق سقف راه را باز کردند و به مهاجمان حمله کردند و هر 3 مهاجم همینجا کشته شدند. اینجا در این اتاق وسایل بازماندگان و افرادی است که زخمی شدند، مثل کیف، کتابچه، دفترچه، کتاب و تعداد صندلی‌ها، چاکی‌ها نشان می‌ده که حداقل 20 نفر در این صنف در روز آموزشی دیروز حضور داشتند و گفته میشه که تعدادی از دانشجویان در داخل این صنوف به گروگان هم گرفته شده بودند، در کنار اینکه زخمی شدند یا کشته شدند. مسئولیت این حمله خونین را داعش به عهده گرفته، اما خب دولت گفته که کار طالبان هست به دلیل آثاری که اینجا به جا مانده. البته صحت این آثار اصلا تا حالا تایید نشده که چه کسی این نوشته رو روی دیوار کرده: امارت زنده باد. یا پرچمی که در داخل این اتاق در نزدیکی این پنجره بود که همین لحظه دیده نمیشه، ظاهرا مسئولین امنیتی با خودشان بردن، پرچم گروه طالبان بود، ولی خب طالبان با تقبیح این حمله دست داشتن در این حمله را رد کردن. حالا چه فرقی میکنه برای مردم که چه کسی چنین حمله ای را راه اندازی کرده؟ چیزی که امروز اینجا دیده میشه غم و رنج مردم هست. کارت دعوت عروسی، به نظر میرسه که کسی از این کلاس قرار بوده که دیشب به عروسی بره. کارت هویت کسانی که دیگر خودشان زنده نیستند و حضور ندارند. کتابچه هایی که نشان میده چقدر برنامه و امید و آرزو در دل دانشجویان این دوره ستاج حقوقی بوده. گزارش نسرین نوا بود از کابل. برگردیم به انتخابات آمریکا و تصاویر زنده‌ای که می‌بینید از ایالت ویسکانسن، ایالتی که بسیار مهم از ایالت‌های کلیدی محسوب میشه. ویسکانسن، پنسیلوانیا و میشیگان سه ایالتی هستند که بهشون قبلا میگفتن کمربند آبی، به خاطر اینکه همیشه رأی دموکرات‌ها رو می‌بردن، ولی در سال 2016 هر 3 ایالت به دونالد ترامپ رأی دادن و این باعث شد که هیلری کلینتون در این انتخابات پیروز نشه. آقای ترامپ در سال 2016 47% آرا رو در این ایالت به دست آورد، در حالی که هیلری کلینتون کمی بیشتر از 46% به دست آورد. برای هر دو نامزد خیلی مهمه که رأی این ایالت رو به دست بیارن و بارها در چند روز گذشته به هر 3 ایالت سفر کردن. ممنون که با ما هستین، با ما بمونین برای ادامه برنامه.